سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم. به کانال خودتون خوش اومدید. خوشحالم که همراه من هستید و ازتون ممنونم که با لایک هاتون، با پیام هاتون من تشویق میکنید تا براتون ویدیوهای جدید درست بکنم. عزیزان، امروز درسمون از قسمت ویدیوهای ورد چات هست، یعنی کلمات آلمانی و کاربرد اونها. کلمه آل یعنی همه رو، هممون میشناسیم شاید به احتمال زیاد، یا اما امروز در مورد کاربرداش و در جمله با هم یاد میگیریم. جملاتی رو براتون آماده کردم، جملاتی که خیلی میتونه کاربردی باشه در روزمره برای صحبت کردنتون، و توضیح میدم در کنارش گرامرش رو. Zum Beispiel: Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir alles Gute. برات آرزوی همه خوبی ها رو میکنم. این جمله خیلی قشنگه، همیشه میتونید ازش استفاده کنید. وقتی دوستتون رو ملاقات میکنید و یا دارید پیام مینویسید، میتونید در پیام بنویسید alles Gute. Oder ich wünsche dir alles Gute. چرا دیا اومده؟ به خاطر اینکه wünschen فعل آرزو کردن، wünschen با داتیو میاد. Ich wünsche دی alles Gute. هست تو alles؟ آیا همه چیز رو داری؟ فکر کنید دارید مثلا میرین بیرون، میخواییم بریم بیرون، بعد به دوستتون میگی هست تو alles؟ یعنی همه چی همراهت هست؟ چیزی رو فراموش نکردی؟ ببینید اینجا alles و alles دوتا کاربرد مختلف و معنای مختلف داشتن. Möchten Sie noch etwas؟ Nein, danke. Das ist alles. Möchten Sie noch etwas? Möchten Sie noch etwas? وقتی میری خرید مثلا میگی که ich möchte einen Kilo Apfel haben. میخوام یک کیلو سیب داشته باشم لطفا، به فروشنده میگین. و فروشنده در جواب وقتی که خریدتون رو کردین در پایان میگه Möchten Sie noch etwas? آیا چیز دیگه ای میخواین؟ یعنی میخواد بهتون بگه که دوباره خرید دیگه ای دارین. اینجوری میگه Möchten Sie noch etwas? Möchten Sie noch etwas? و شما در جواب میتونین بگین یا اولا نین. نین دنکه. نه متشکرم. Das ist alles. Das ist alles. این همه ی اون چیزیه که من میخواستم بخرم. این جمله کاربردش در Einkaufen هست. جمله بعدیمون Sind alle da? Nein, Rita fehlt noch. Sind alle da? ببینید اینجا alle اومده. یعنی میگه آیا همه اینجا هستند؟ اینجا منظور همه افراد. فکر کنید یه مهمونی گرفتیم و داریم میپرسیم میخوایم شروع کنیم به غذا خوردن. بعد میپرسیم Sind alle da? آیا همه اینجا هستند؟ da یعنی اینجا. بعد در جواب میگیم Nein, Rita فیلت نوخ، یعنی ریتا هنوز نیومده، هنوز اینجا نیست. ریتا فیلت نوخ، فیلن یعنی کمبود داشتن، یعنی ما هنوز ریتا رو نداریم، کمبود ریتا، یعنی که ریتا اینجا نیست. ریتا فیلت نوخ. ببینید دوستان، در فارسی و آلمانی باید توجه کنیم که یک به یک ترجمه نکنیم. شاید یک سری افعالی رو که ما در فارسی استفاده میکنیم در آلمانی به اون مفهوم باید فعل دیگه ای رو استفاده کنیم. مثلا شاید ما در فارسی بگیم نه ریتا اینجا نیست، ریتا ایست نیشت دا. خب ولی در آلمانی میتونید بگیم ریتا فیلت نوخ. ریتا اسم یک شخصیه، ریتا فیلت نوخ یعنی هنوز نیومده، هنوز اینجا نیست. جمله بعدیمون alle meine Freunde kommen auch. alle meine Freunde kommen auch. alle meine Freunde kommen auch یعنی همه دوستان من هم میان. alle meine Freunde. ببینید اینجا چون Freunde پلورال هست، mein ایه گرفته. میدونیم که صفت ملکی وقتی پلورال داریم بعدش ایه میگیره و آل هم alle شده، ایه گرفته. خب alle meine Freunde kommen auch. و همچنین در جمله قبلی هم sind alle da چون پلورال هست alle اومده.
ولی اگر دقت کنید تو جملات بالا به صورت مفرد الس می شد. و این هم این نکته مهم گرامری رو هم بگم عزیزان که الس مفرد هست حتی اگر معنی جمع داشته باشه، مثل این جمله هست تو الس. ببینید آیا همه چیز رو داری؟ در فارسی همه چیز یه مفهوم جمع برای ما داره، ولی در آلمانی در گرامر کلمه الس مفرد هست. مثلا اینجا das ist alles، با اینکه الس یعنی همه چیز، چیزهای زیادی رو در بر میگیره و شاید فکر کنیم این پلورال هست، جمع هست، ولی میگیم das ist مفرد، میگیم das ist alles. خب عزیزان یک بار دیگه جملات رو میخونم، چون هرچی تکرار بکنم و هرچی بیشتر شما گوش بدین جملات بیشتر ملک ذهنتون میشن. Ich wünsche dir alles Gute. Hast du alles? Möchten Sie noch etwas? Nein, danke. Das ist alles. Sind alle da? Nein, Rita fehlt noch. Alle meine Freunde kommen auch. خب عزیزان حتما برام تو کامنت جملاتتون رو بنویسید. خوشحال میشم که بتونم تصحیح کنم و همین جملات کوتاهی که با هم می نویسیم و کار می کنیم کم کم کمکتون می کنه که شقایبن بهتری داشته باشید. و تا درس بعدی به خدا می سپارمتون. در مورد هر موضوعی هم که نیاز به آموزش داشتید حتما برام کامنت بذارید، براتون ویدیوها رو می فرستم. موفق باشید و خدا نگهدار.